أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شاگردان عزيز اطفال خوب و نازنین السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شاگردان خوب و نازنین خوش آمدین به درس امروزی ما درس امروزی ما هم به ادامه درس های قبلی این درس سوره کافرون است. در درس قبلی ما و شما خوانده بودیم سوره فاتحه را که از روی خوانده شوه و بعدا حفظ شوه، او را ما خواندیم و همون قواعد اینم که در اونجا آمد اینم براتان تکرار شده گفت و طریقه حفظ سوره فاتحه را هم برای شما گفته شد که انشاءالله او را درست شما فهمیدین. درس امروز ما است سوره الکافرون. موضوعی که درس میگیم رویخانی و حفظ سوره الکافرون، این سوره کافرون از روی میخوانیم بعدا ای را هم حفظ میشه و طریقه حفظش هم براتون باز انشاءالله میگیم. این سوره مبارکه شاگردان عزیز دارای 6 آیت است. اینجا نوشته شده برای تخته. آیت اولش میخوانیم که با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه و اولش با کلمه قل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا قل، ببین اینجا قاف پیش داره، لم جنگ، قاف با لم جنگ میخوره، قل میشه. یا ایها ال یا استعلا زبر، یا استعلا زبر، یا همزه یا زبر ای، همزه با یا جنگ میخوره. یا پیشو هل زبر هل، قل یا ایو هل، قل یا ایو هل. کاف استعلا زبر کا، فازرفی را و پیش رو نون زبر نه کافرون. وقتی ما ایره یک آیت مکمل را بخونیم چی قسم میشه؟ قل یا ایها الکافرون. و قاعده که در اینجا آمده شاگردان عزیز، قل یا ایو، در اینجا یک مد است که این مد مد منفصل میگن، مد منفصل، مد منفصل. در اینجا قل یا ایو مد متصل، مد متصل، ببخشین شاگردان عزیز، مد متصل. و در اینجا به خاطر که حرف مد و سبب مد هر دو در یک کلمه آمده، هر جایی که در کل قرآن کریم زمانی که حرف مد سبب مد، حرف مد که در سای قبلی خواندین شما الف و یا است، در اینجا الف است و سببش هم همزه، ای همزه است. ما ایره خواندیم که هرگاه اگر حرکت داشته باشه به شکل الف نوشته میشه ولی حرکت داشته باشه، یعنی زمه فتحه کسره پیش فتحه زبر و زیر داشته باشه، او همزه است. آلی همزه است، اردش در یک کلمه آمده، ای را مدی چی میگن؟ مدی متصل میگن، یعنی جداست، ای مدی متصل شده. خب وقتی تلفظ بکنیم چه قسم؟ قل یا ایها الکافرون، این مد متصل به اندازه 5 الف کش میشه. باز میایم سر آیت دومی شاگردان عزیز. آیت دومیش است لا اعبد، لا اعبد، این مد منفصل است. باز از کجا ما میفهم در بین متصل و منفصل فرق شوه؟ فرقش دیگه است، گفتم که اگر حرف مد و سبب مد در یک کلمه یک جا آمد او مد متصل قسمی که اینجا آمده، اگر حرف مد در یک کلمه و سبب در کلمه جدا آمد او مد منفصل است. این مد مد منفصل است. شما ببینید که این به اندازه 3 الف کش میشه و اینجا حرف مد الف سببش همزه است که در کلمه جدا آمده، ای لام جدا کلمه است و ای هم جدا کلمه. فهمید شاگردان عزیز؟ و لا، لا اعبدو، اعبدو ما تعبدون،
لا أعبد ما تعبدون. آیت سومی شما میخوانیم، آیت سومی ولا انتم، در اینجا دولا متوجه شویم ما که در اینجا هم ای مدی منفصل است، امزه لام جدا در این کلمه جدا آمده، وقتی ما متوجه شویم حرف مد اینجا الف است، سببش حمزه در این کلمه آمده، این مد منفصل به اندازه سی الف در وقت تلفظ کش کرده میشه. ولا انتم، امزه نون زبر انت من پشتم، انتم عابدون ما اعبد، عابدون ما اعبد، و عین دل اگر ما ایرا ایجی بخوانیم، عین استاد زبر ع بازر بی دل وو پیش دونون زبرنا، عابدون ما اعبد، ما اینجا ما اگر ببینیم در اینجا ای مدی منفصل است که مد منفصل به اندازه سه الف در وقت تلفظ کش میشه، و اینجا هم میم جدا هست و همزه در این کلمه دیگه جدا آمده گیسته. اعبد ما اعبد، ما اعبد، در اینجا در آخر از جمله حروف قطب جد دال آمده و دال قلقله میشه، قلقله صغراس، ما اعبد، اعبد به این قسم تلفظ میشه. میم به آیت چارمیش، آیت چارمی هم ماده منفصل است، به اندازه سه الیف کش میشه، چون این جدا هست، جدا کلمه، ما خواندیم که هرگاه حرف مد در یک کلمه سببش در کلمه جدا باشه مد منفصل است، ای حرف مد الف در یک کلمه سببش کلمه دیگه است، ای مد منفصل. عابدوم، عابدوم شما متوجه شون شاگردان عزیز، در اینجا عابدوم دل دو پیش تنوین میگفت، ای تنوین یعنی دو پیش دو زبر دو زیر تنوین بود، بعد از سنین حروف یرملون آمده، میم از جمله حروف یرملون است و اینجا ادغامی باقونه میشه، چه قسم میشه؟ عین، طریقی خواندنش عین، عین الف زبر ع با ضربی دال میم دو پیش دوم، عابدوم، عابدوم، عابدوم ما عبدتم، ما عبدتم، عبدتم، اینجا ببینین که دل است با تا، با با دل جنگ نمیخوره، مستقیما میه با با همراه با تا، یعنی تانه تا با تا این جنگ میخوره، چی میشه؟ عین زبر ع با تا زبر بت، با تا زبر بت، تا من پشتوم، ما عبدتم، ما عبدتم. آیت پنجم میشه شاگردان عزیز، میخوانیم که آیت پنجم چه قسم خوانده میشه؟ ولا، ولا، ولا انتم، ای هم مدی منفصل است، ولا انتم، ولا، ولا انتم، همزه نون زبر انت من پیشتم، انتم عابدون ما، ما اعبد، ما، اینجا ببینی شاگردان عزیز که ما، ما میم، میم الیف مد زبر ما، همزه عین زبر ا، با پیش بود دل پیش دو، ما اعبود، اگر ما وقف بکنیم با، چون علامت وقف است، آیت تمام شده، بالای آیت با تا ای وقف مطلق میگه، ما اعبود،
ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين ما و شما شاگردان عزیز احکام می مساکین هم اگر بخوانیم که سه حکم داره در یک مثلا اخفا میشه هرگاه بعد از می مساکین اگر حرف بابیا اخفا میشه و اگر بعد از میم مساکین میم متحرک که نمیم دومش حرکت داشته باشه او ادغام و متباقی باقی حروف دیگه که میه اوجا اظهار میشه در اینجا مکمل میم مساکین در این دو مثال چه میشه اظهار میشه مثلا میخوانین لکم دینکم ولی دین یعنی زود میگذاریم ماضی خوش آمدان عزیز طریقه خواندن هر کلمه امی سوره کافرون به این شکل ما خواندیم حال به خاطر از اینکه خوبتر ذهن نشین شوه هر آیت مکمل از اول تا به آخر از را تلاوت میکنیم شما شاگردان عزیز توجه بکنین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين این بود شاگردان عزیز اطفال خوب و نازنین خدا کند که ایرا شما درست یاد گرفته باشین و ایرا توجه کرده باشین حالا میاییم بالای از این که چون در موضوع نوشته است روی خانی و حفظ سوره الکافرون این سوره کافرون ما از روی خواندیم اما طریق حفظش چگونه است طریق حفظش هم ای است که ما نمیتانیم که یک بارگی از اول ابتدای سوره تا به ختم سوره را ایرا بخوانیم در ذهن ما در حافظه ما ای قرار بگیره پس بهتر و خوبتر چگونه است ای است که طریقه خوبترشی است ما هر آیت باید با تکرار کردن چند مراتب در حافظه های خود ما را قرار بتیم و بگنجانیم و ایست که اول ما ایتو میخوانیم قل یا ایها الكافرون قل یا ایها الكافرون قل یا ایها الكافرون سه مرتبه شاید بعد شما اطفال خوب و اطفال نازنین به دو مرتبه ای را یاد بگیرین بعضی شاید بالاتر سه و چهار مرتبه این هر قدر ما تکرار کنیم به همون قدر برای ما فایده میرسانه و این خوبتر در ذهن ما جاگزین میشه وقتی ما با چند مرتبه تکرار که یک آیت حفظ کردیم باز با آیت دوم شروع میکنیم مثلا میگیم لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد تا به این قسمت خواندیم به اینمی قسمی که برتان گفته شد شاگردان عزیز هر آیت را سه مرتبه چهار مرتبه ای را تکرار میکنین و بعدا باز وقتی که حفظ شد از اول تا به آخر باز دیگر دوباره دیگر میخوانین تا اینکه این سوره مبارکه خوبتر و بهترتر حفظ شود و در حافظه های شما قرار بگیره این بود شاگردان عزیز درس امروز ما
کار خانگی شما است که این سوره مبارک را در خانه تلاوت میکنین، میخوانین و همه قواعد را که براتون گفته شد این را هم شما تطبیق میکنین و به این شکل را با شما حفظ میکنین. این بود درس امروز ما. تا درس های بعدی، الله حافظ و نگهدار شما اطفال خوب و کامیاب و سربلند باشین.